کردهای فعلی که سالیان درازی در عراق سکونت داشتند به سه دلیل شیعه بودن، ایرانی بودن و کرد بودن مورد غضب صدام دیکتاتور سابق عراق قرار گرفتند به طوری که از اولین اقدام های صدام به عنوان رئیس جمهور عراق در دهه 80 میلادی سلب حق شهروندی کردهای فعلی و بیرون راندن ایشان از عراق بود. علی جهانگیر سخنگوی وزارت امور مهاجرین عراق از تشکیل کمیته مشترک سه وزارتخانه عراق و سفر ایشان در روزهای آینده به ایران خبر داد این کمیته مشترک متشکل از وزارت امور خارجه وزارت کشور و وزارت امور مهاجرین عراق است که با هدف حل مشکل اسناد هویتی کردهای فعلی عراقی مقیم ایران و اعطای شناسنامه عراقی به ایشان قرار است به تهران سفر کنند. این سفر پس از آن انجام می شود که توصیه کمیته ویژه وزارت امور مهاجرین با هدف بازگرداندن حقوق کردهای فعلی به تایید هیئت دولت عراق رسید. سخنگوی وزارت امور مهاجرین عراق افزود حدود 3 میلیون کرد فعلی در عراق و بیش از 160 هزار خانواده نیز در ایران حضور دارند. بر این اساس وزارت دارایی عراق ملزم به ارائه کمک های مالی به کورت های فعلی و اختصاص سهمیه استخدام به آنها در چارچوب قانون بودجه سال 2022 میلادی و نیز دادن قطعه های زمین مسکونی و پرداخت قرامت به آنها بابت مصادره املاکشان در زمان رژیم بس است. رژیم باس عراق در سال 1980 میلادی قانونی را تصویب کرد که در روزنامه الوقای العراقی شماره 2776 هم به چاپ رسید و بر اساس آن هر شهروند عراقی که اصالتا بیگانه باشد هویت عراقی از وی سلب شده و شناسنامه عراقی او باطل می شود تصویب این قانون سراغازی برای شروع حمله های وحشیانه به کورت های فعلی بود که از بازرگانان بغداد شروع شد تمام ثروت و دارایی و خانه های ایشان مصادره شد و به اتهام اینکه اصالتا ایرانی هستند به زور به ایران فرستاده شدند علی اکبری اخبارش